سیلاب های مرگبار هزاران کودک را در ولایت بغلان به سرپناه کرده. وضعیت این گونه است. شب و روز در فضای باز. هوا هم در برخی مناطق سرد است و کودکان حتی لباس گرم ندارند. باشنده های روستای فلول ولسوالی بورکی ولایت بغلان در گذشته هم با فقر روبرو بودند، اما اکنون بسیاری از آنها همه هست و بودشان را از دست دادند. بر اساس آماری که صندوق نجات کودکان یا Save the Children ارائه کرده، حدود 40,000 کودک در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در بغلان به سرپناه شدند. این نهاد عصر دوشنبه 13 ماه می در اعلامیه گفت که سیلاب‌های اخیر 12,000 خانه را در بغلان به صورت قسمی یا کلی تخریب کرده که در نتیجه آن 80,000 تن آسیب دیدند. باشنده های ولایت بغلان از عمق این فاجعه می گویند. 3 نفر شهید از کوکویم است. خود کوکویم است، نوسیش است، دیگه یک میمانش است. از برکه آمد، از رسولی برکه. یک کوکوی دیگه هم است که خانمش با خودش است. یک نوسیش است، 6 تومش است. یک مادر خودم شهید شده، یک برادرم شهید شده، پدرم زخمی است، قندوز بردنش. برای اینکه سیل آمد مرمیزنی شد. تایی ما افتگاه خم نکشتم، 6 دانه افتگ دارم. تا افتگاه خم نکشتم، یک خم شکشت برمدیم به او تیپا که اکی سیل آمدم، یک در دقیقی فرق نکد که ما در تیپا برمدیم که همه داره نظر من سیل تا مال و علمی یه چیزای ایوانات بود، همه سیل بود. تنها روستای فلول هم نیست که به آن به صدها خانه و خانواده آسیب وارد شدند. سیلاب ها جمعه شب سایر مناطق ولسوالی بورکه، بغلان مرکزی، نهرین و برخ از مناطق پلخمری ولایت بغلان را در نوردید. مقام های طالبان شمار قربانیان را 315 تن اعلام کردند. سم مورد، مسئول ارتباط صندوق کودکان سازمان ملل متحد در جنوب آسیا، در شبکه ایکس تویتر سابق گفته که از میان قربانیان سیلاب ها در بغلان 50 تنشان کودکان خردسال بودند. و این پرسش را هم مطرح کرده که یک کشور در کدام حد می تواند این همه فاجعه ها، بحران ها و چالش ها را تجربه کند.